آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. و آنچه را که رسول الله برای شما آورده است بگیرید و اجرا کنید و آنچه را از آن نهی کرده است خودداری نمایید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است. پاداش گفتن سمع الله لمن حمده و گفتن آمین. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. در صحیح بخاری حدیث شماره 796 و صحیح مسلم حدیث شماره 409 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه امام در نماز جماعت گفت سمع الله لمن حمده شما هم بگویید اللهم ربنا ولك الحمد و کسی که همزمان با ملائکه آن را بگوید گناه صغیره گذشتش بخشیده می شود. عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اذا قال احدكم آمین و قالت الملائکه في السماء آمین فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. و در صحیح بخاری حدیث شماره 781 و صحیح مسلم حدیث شماره 410 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه یکی از شما بعد از خواندن سوره فاتحه آمین بگوید و فرشتگان هم که آمین میگویند و این دو آمین با هم همزمان باشند گناهان گذشته او بخشوده می شود. عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. و در صحیح بخاری حدیث شماره 782 و صحیح مسلم حدیث شماره 409 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه امام در نماز گفت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین شما مقتدیان هم بگویید آمین، چون هر کسی همزمان با فرشتگان این کلمه را بگوید گناه صغیره گذشتش بخشوده می شود. وجوب پیروی مقتدی از امام جماعت. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فقعدنا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا.
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. در صحیح بخاری حدیث شماره 689 و صحیح مسلم حدیث شماره 411 انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اسبشان بر زمین افتادند و طرف راستشان زخمی شد. ما به عنوان عیادت به خدمتشان رفتیم. وقت نماز فرا رسید، ایشان صلی الله علیه و آله و سلم امامت را به حالت نشسته برای ما انجام دادند و ما هم نشسته نماز خواندیم. وقتی که نماز تمام شد فرمودند امام برای این است تا از او پیروی شود. هرگاه امام تکبیر گفت شما هم تکبیر بگویید. وقتی که به رکوع رفت شما هم به رکوع بروید و زمانی که از رکوع بلند شد شما هم بلند شوید و موقعی که سمع الله لمن حمده را گفت شما هم بگویید ربنا ولک الحمد و همین که به سجده رفت شما هم به سجده بروید. لازم به یادآوری است که امام ابو حنیفه و امام شافعی و جمهور سلف رحمهم الله عقیده دارند مأمومی که قدرت ایستادن داشته باشد فقط به صورت ایستاده می تواند به امام نشسته که قادر به ایستادن نیست اقتدا نماید و دلیلشان اقتدای اصحاب رضی الله عنهم اجمعین به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام مرض وفاتشان می باشد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حالت نشسته امامت را انجام دادند و اصحاب همه به حالت ایستاده به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقتدا نمودند. امام می تواند در هنگام عذر برای خود جانشین تعیین کند. عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال دخلت على عائشة رضی الله عنها فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال له عمر
أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين، أحدهما العباس رضي الله عنه لصلاة الظهر، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، قال: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، قال: فجعل أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه. در صحیح بخاری حدیث شماره 687 و صحیح مسلم حدیث شماره 418، عبیدالله ابن عبدالله ابن عتبه رحمه الله نقل می کند که به نزد ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها رفتم و گفتم: آیا چگونگی مرض موت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برایم بیان می کنید؟ عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند: بله. وقتی که تب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شدت گرفت فرمودند: آیا مردم نماز را خواندند؟ گفتیم: خیر، آنان منتظر شما هستند. فرمودند: ظرف بزرگی را پر از آب کنید. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند: ما هم ظرف بزرگی را پر از آب نمودیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشستند و غسل کردند، سپس خواستند که بلند شوند، لیکن از شدت ناراحتی بیهوش شدند. بعدن به هوش آمدند و فرمودند: آیا مردم نماز را خواندند؟ گفتیم: خیر، آنان منتظر شما هستند ای رسول الله. فرمودند: ظرف بزرگی را پر از آب کنید. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشستند و مجدداً غسل کردند، آنگاه خواستند بلند شوند، مجدداً بیهوش شدند. وقتی که به هوش آمدند فرمودند: آیا مردم نماز را خواندند؟ گفتیم: خیر، آنان منتظر شما می باشند ای رسول الله. فرمودند: ظرف بزرگی را از آب پر کنید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشستند و غسل نمودند و خواستند بلند شوند، باز بیهوش شدند. و بعد از اینکه به هوش آمدند فرمودند: آیا مردم نماز را خواندند؟ گفتیم: خیر، آنان منتظر شما می باشند ای رسول الله. مردم در مسجد جمع شدند و منتظر رسول الله برای امامت نماز عشا می باشند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسی را نزد ابوبکر رضی الله تعالی عنه فرستادند تا نماز را به امامت برای مردم بخواند.
فرستاده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نزد ابوبکر صدیق آمد و فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شما دستور می‌دهد تا نماز را به امامت برای مردم بخوانی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه که مردی نرم دل و با عاطفه ای بود به عمر رضی الله تعالی عنه فرمود: شما امامت را برای مردم انجام بدهید. عمر رضی الله تعالی عنه به او فرمود: شما برای این کار شایسته تر می باشید. ابوبکر رضی الله تعالی عنه این چند روز که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شدیداً مریض بودند، امامت نماز را برای مردم انجام دادند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بهبودی و آرامشی در خود احساس نمودند و با تکیه بر دوش دو نفر که یکی از آنها عباس رضی الله تعالی عنه بود، برای نماز ظهر از منزل بیرون رفتند و در همان حال ابوبکر امامت نماز را برای مردم انجام می‌داد. وقتی که ابوبکر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دید، خواست از جای خود به عقب برود و جا را برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خالی نماید، ولی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او اشاره کردند که به عقب نرود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن دو مردی که بر دوش آنان تکیه کرده بود فرمودند: مرا در کنار ابوبکر بنشانید. آنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در کنار ابوبکر نشاندند. عبیدالله از قول عایشه رضی الله تعالی عنها نقل می کند: ابوبکر به نماز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اقتدا کرده بود و مردم هم به ابوبکر اقتدا کرده بودند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز نشسته بودند. عبیدالله رحمه الله می افزاید: پیش عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما رفتم. به ایشان گفتم: آیا آنچه عایشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها درباره مرض موت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برایم بیان نموده است برای شما بازگو نکنم؟ عبدالله ابن عباس فرمود: بگو. آنچه عایشه رضی الله تعالی عنها در این مورد فرموده بود برایش بازگو کردم. عبدالله ابن عباس هیچ ایراد و اعتراضی نکرد جز این که فرمود: آیا ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها نام نفر دومی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر دوش او تکیه کرده بود ذکر کرده است؟ گفتم: خیر. فرمود: این نفر دومی علی رضی الله تعالی عنه بود.